این مدرک هم میده، شما احتیاج به مدرک ندارید. ببین تمام مسیجاشو حذف کرد. امروز این چیزی نیستش که من بخوام مثلا در رابطه باش ویدیو درست بکنم مثلا یا وقت خودم و شما رو بگیرم، ولی گفتم توی این ولاگ این کار انجام بدم. یکی از بچه ها داخل اینستاگرام به من در رابطه با اینکه مطالب پارسکلیک داخل اینترنت کپی میشه و فروخته میشه مسیج داد و خب منم میدونم که مطالب ما فروخته میشه. میدونی چی میگم؟ من اونجوری نیستم که بتونم کاری انجام بدم یا مثلا اصلا کمکی اصلا به من، میدونی چی میگم؟ فقط من نمیخوام که سر مردم کلا بره، یعنی فروختن مطالب من به معروف شدن پارسکلیک کمک میکنه. میدونی چی میگم؟ اینجوری نیستش که مثلا ضرری به من بزنه. تعداد ویورهای ممکنه منو کم بکنه ولی ممکنه ضرر بزنه. چند وقت پیش در رابطه با ریسرچ پادکستی درست کردم که گفتم که بهتره که تو هر زمینه زندگی ریسرچ بکنید قبل از اینکه هر خریدی بکنید تو زندگیتون، یا قبل از اینکه مثلا مطالب اینترنتی بخرید یا کورسی بخرید یا مدرکی بخواید بگیرید، قبلش همیشه ریسرچ بکنید توی زندگیتون. خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم که سر هموطنای من کلا میره به خاطر اینکه مطالب پارسکلیک همش رایگان از داخل وبسایت و داخل اینترنت. دوست ندارم که شما برید پول بدید. خب دوستی که به من این گزارشو داد داخل اینستاگرام، مسیج اینستاگرام به من داد، من تلگرامشو پیدا کردم و حالا تلگرامشو از طریق شخص همین که من ایمیل داد پیدا کردم و رفتم چیکار کردم؟ رفتم بهشون ایمیل دادم، گفتم این کارو نکن، زشته. تقریبا نیم ساعت باش صحبت کردم. اول به من گفتش که فایلو برای من بفرست که ببینم که تو اونرش هستی. بعد به من گفتش که اسم شرکتت چیه. بعد به من گفتش که اینو ما خریداری کردیم. گفتم آخه من بهش گفتم تو چی زدی؟ اینا رو من درست کردم، من خودم به شخص درست کردم، اینا چه به شرکت نداره، اینا اونرش منم و شما باید اینا رو حذف بکنی. بعد از اینکه این کارو کردم گفتم ببین یا حذفش بکن یا مجبورم که به دوستان بگم که خریداری نکنن، رسوات بکنم. اینه که گفتم تمام مسیجاشو دیلیت کرد. فکر میکنم اینجا دارم که بتونم نشون بدم. ببین تمام مسیجاشو حذف کرد. ببینید بالاش هم میبینید که نوشته آموزش مجازی هرمس. بعد یکی از دوستان گفتش که اینا این مدرک هم میده. یعنی مدرک هم چه مدرکی؟ آخه شما احتیاج به مدرک ندارید. شما میخواید یه جا برید کارم پیدا بکنید، شما باید ثابت کنید که برنامه نویس خوبی هستید. مدرک شما میدونید به هیچشون حساب نمیکنن مدرک شما رو. اونی که مدرک دانشگاه هاروارد داره نتونه کد بزنه، مدرکش به چه درد میخوره؟ میدونید چی میگم؟ بنابراین خیلی مواظب باشید، سعی بکنید که اول ریسرچ بکنید که یه کورسی چجوریه و بعد خریداریش بکنید، تا اینکه بخواید چیکار بکنید، برید این کورسو خریداری بکنید و بعد ببینید که اوه سر من کلا رفته. چون این اشخاص دیگه پول شما رو به شما پس نمیدن وقتی شما این کارا رو انجام میدید. یکی دیگه از دوستان داخل توییتر به اینا مسیج زده بود و اینا برگشتن گفتن که مملکت قانون داره، برید از طریق وزارت ارشاد شکایت بکنید. گفتم که آقا مملکت قانون داشت که ما از کشور بیرون نمیمدیم بیایم اینجا خودمون رو تو قربت علاف کنیم. اصلا ربطی به شرکت نداره. مملکت قانون کپی رایت نداره. ایران قانون کپی رایت نداره. شما هر کسی بخواید هر ویدیویی از یوتیوب بخواید میتونید دانلود بکنید بذارید بفروشید. خیلی ها این کارو کردن. خیلی دوستان نزدیکی که من توییتر میشناسم هم این کارو کردن. من خودم میدونم، من کاری باشون ندارم. به من ضرر نمیزنه بچا. به دوستایی که میخرن ضرر میزنه. پس خیلی مواظب باشید. برای تمام این ویدیوها که تقریبا 3500 تا ویدیو هست 10 سال طول کش وقت صرف شده این کار انجام شده. فکر نمیکنم کسی بتونه 10 سال عمرشو. یه ولاگی ساخته بودم که اومده بودم اینجا دیدم که این زمینای بزرگ همه خالیه، ولی تا حالا ندیده بودم اینکه کسی فوتبال بازی کنه بچا، ولی دارم فوتبال بازی میکنن. زمین همچین خشک هم نیست، تره، ولی اگه نگاه بکنید دارن فوتبال بازی میکنن. چمن هم چمن های طبیعیه بچه ها. حتی اینا رنگ دو انگار که تازه زدن. ببینید زمین فوتبال. حالا خوبه که چیزم دارن، یونیفرم هم دارن، میشه راحت پیداشون کرد. گفتم اون پادکست اگه گوش نکردید حتما گوش بدید. گفتم دسترسی به اینترنت رایگان خودش میلیون ها ارزش داره، یعنی خیلی ارزش داره. انقدر چیزهای رایگان تو اینترنت هست
که ارزشش خیلی زیاده. یکی از چیزهای رایگان که مثلا تو اینترنت هست که ارزشش زیاده مثل گوگل کروم هست. خب گوگل کروم رایگانه، یا بیشتر مردم اینجوری فکر میشه که هر چیزی که رایگانه باید یه چیز بدی باشه. نه اینطوری نیست، خیلی چیزا رایگانه. خیلی از کورس‌ها هست مثل آیتونز، کورس ادویکیشن هست رایگان هست، خیلی ها داخل یوتیوب هست اصلا رایگانه. خیلی مثل خیلی یوتیوبرای هستن که از این ویدیوها پول در میارن، یوتیوبرای معروف. حالا ما که زیاد پول در نمیاریم، ولی یوتیوبرای معروفی مثل MKBHD هستن، از هر ویدیو تقریبا 20,000 پوند پول در میارن. اچھا اینجوریه. پس هر چیزی که رایگان هست به درد بخور نیست، روش تبلیغ میاد. خیلی از اپ ها هست داخل اپ استور رایگان هستش، ولی روش تبلیغ میاد و خیلی راحت ازش پول در میارن. بنابراین هر چیزی که رایگانه به درد بخور نیست. این ذهنیت از سرتون بندازید بیرون. خب اینجا هم دارن تنیس بازی میکنن، بهتون نشون بدم. پشت تور دروازه شونی